خصوص وزیر عراق میگوید خلافت دروغین داعش به پایان رسیده. اشاره حیدر عبادی به ورود نیروهای ویژه به مجتمع مسجد نوری است، جایی که 3 سال پیش ابوبکر بغدادی رهبر داعش اعلام خلافت کرد و نیروهای داعش هفته پیش آن را منفجر کردند. بخش کوچکی از شهر هنوز در دست شبه نظامیان داعش است و هزاران نفر از مردم در این مناطق گیر افتادند. ارتش عراق گفته برای حفظ جان مردم سربازان به آهستگی جلو می روند. خبرنگار با نفیس کوهنورد از موسر روی خط تلفن با ماست. نفیس، قدری بیشتر از جنگ اونجا برامون بگو، چون به هر حال نبرد هنوز ادامه داره. دقیقاً امروز صبح تقریبا حدود ساعت 4 همه گروه‌های مختلف نیروهای عراقی که در این عملیات شرکت دارن عملیات بزرگی رو شروع کردن که گروهیشون وارد مسجد نوری شدن و بقیه به سمت رودخونه در حال پیشروی هستن، یعنی به عمق بخش قدیمی موسل. اون چیزی که ما دیدیم، بخش میتونم بگم که بیشتر محله ها ویران شدن، همه خیابون ها شما میتونید پر از اتومبیل هایی هستش، ردیف اتومبیل هایی هستش که سوختن یا منفجر شدن و خیلی از خونه ها در اثر بمباران های شدیدی که به خصوص بخش قدیمی موسل شاهدش بوده کاملا با خاک یکسان شده. یک حال هوای اول ایجاد شد که انگار جنگ داره تمام میشه، اما ما که در میدان بودیم با نیروهای عراقی همشون گفتن نه، هنوز نبرد ادامه داره، به سختی هم ادامه داره، اما مقاومت داعش داره کمتر میشه نسبت به روزهای گذشته. فقط مشکل اینه که همچنان تعداد زیادی از غیر نظامی در داخل گیر افتادن و خود ما هم شاهد خارج کردن 20 نفر از این غیر نظامی ها بودیم که در یک بیمارستان بودن و داعش اونها رو، تعداد زیادی از اونها رو خونه به خونه به اون بیمارستان برده بودن. بیمارستان ها جزء مکان هایی هستن که داعش از اونها به عنوان مقر فرماندهی استفاده میکنه و نیروهای ائتلاف و نیروهای عراقی هم کم هیچ مایل نیستن که اون ساختمون ها رو ویران بکنن، به خاطر بمباران بکنن، به خاطر حضور همین غیر نظامی هایی که داعش داره اونها رو نگه میداره. اما این 20 تا که بیشترشون افراد مسن و بچه ها بودن رو امروز تونستن بعد از کشته شدن نیروهای داعشی که در اون بیمارستان بودن در موسل قدیمی بیرون بیارن. نادر، خیلی وضعیت اسفباری داشتن. چند از اون بچه‌هایی هستن که یتیم شدن، بچه‌های ایزدی بودن که یتیم شدن، یک بچه عقب مانده بود که خانواده‌شون حتی خانواده‌شون از طریق عکسی که ما در توییتر گذاشته بودیم با ما تماس گرفتن و به همون گفتن که وقتی که سنجار رو داشتن ترک می‌کردن، بس این بچه به خاطر عقب ماندگی ذهنی و مجبور شدن که پشت سر جا بذارن. تعداد زیادی از افراد مسن بودن که زخمی هم شده بودن و ظاهرا دیگه نیروهای داعشی هم که در اون بیمارستان مونده بودن خیلی دلیل ندیده بودن که این افراد رو با خودشون ببرن. متشکرم ازت نفیس. نفیسه کوهنورد از روی خط تلفن از داخل شهر موسل با ما. ممنون نفیسه.